آیت الله سید حسین شیرازی فرزند مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامذله در روز یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 میزبان حجت الاسلام سید علی طالقانی از خطبای مشهور کشور عراق بود. در این دیدار که در شهر مقدس قم صورت گرفت، دو طرف به بررسی مسائل روز جهان از جمله آخرین تحولات جهان اسلام و کشورهای اسلامی پرداختند. این دیدار پس از دیدار حجت الاسلام سید علی طالقانی با بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی صورت گرفت. حجت الاسلام سید علی طالقانی از سخنرانان به نام جهان عرب است که میلیون ها مخاطب عرب زبان در فضای مجازی از سخنرانی های وی بهره مند می شوند. ایشان برخلاف سخنرانان سنتی بیشتر با قشر جوان و دانشجویان و اساتید دانشگاه در ارتباط است و محتوای سخنرانی های خود را بر اساس نیازهای این قشر از جامعه تنظیم می کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از 1100 غیر نظامی در کشور نیجریه و همچنین 79 سرباز از ماموران امنیتی در 3 دهه اخیر در این کشور کشته شدند. لازم به ذکر است به این آمار باید روبوده شدن 658 هزار نفر را نیز اضافه کرد. این گزارش امنیتی که توسط نیجریه مون یک سازمان ردیابی حوادث خشونت‌آمیز در نیجریه انجام شده است نشان می‌دهد حملات و فعالیت‌های سنی‌های تندروی بوکو حرام در استان آفریقای غربی 22.11% بوده که حداقل 272 کشته بر جای گذاشته است، در حالی که قطع‌های سیاسی در این کشور که عمدتاً به دلیل انتخابات عمومی اخیر سال 2023 رخ داده حداقل 7.72% را به خود اختصاص داده است، یعنی کمتر از 95 نفر در این حوادث کشته شدند. منابع محلی و رسانه‌ای در کشور پاکستان از ادامه اعتراضات و انتقادها توسط شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این کشور در واکنش به حملات صورت گرفته علیه این اقلیت خبر داد. در همین راستا شهرهای مختلف پاکستان در 24 ساعت گذشته شاهد برگزاری چندین تظاهرات و تجمع اعتراض‌آمیز بوده است. همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی موجی از انتقادات را متوجه حمله کنندگان علیه شیعیان کردند. از سوی دیگر چهره‌های مختلف شیعی خواستار شناسایی و بازداشت فوری عاملان حملات اخیر علیه شیعیان در این کشور شدند. اداره مزارهای شیعی در سازمان اوقاف عراق صبح امروز دوشنبه از ادامه توسعه و بازسازی مزارهای مختلف با هدف خدمت‌رسانی بیشتر به زائران و افزایش فضای پذیرایی از ایشان در این کشور خبر داد. این اداره در بیانیه خود که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده است اعلام کرد طرح توسعه مقام مطهر حضرت ایوب نبی علی نبینا و آلهی و علیهم السلام در استان بابل و مزار سید ابراهیم احمد رضوان الله تعالی علیه در استان المثنا وارد مراحل پیشرفته‌ای شده و مرحله صف‌گذاری آن به پایان رسیده است. این بیانیه در ادامه افزود همچنین مقام سید مقداد سیاری رضوان الله تعالی علیه در استان دیالی پس از پایان مرحله بازسازی سقف اکنون در مرحله تکمیل نمای بیرونی آن قرار دارد. اخیراً پایان نامه فوق لیسانس یک دانشجوی دانشگاه سیدی محمد بن عبدالله با موضوع زیر سوال بردن کتاب معروف صحیح بخاری از کتب روایی اهل تسنن جنجال گسترده‌ای در جهان عرب به وجود آورده است. گفتنی است این پایان نامه با زیر سوال بردن صحت روایات این کتاب آن را به چالش کشیده و خشم و اعتراض برخی چهره‌های سنی مذهب را برانگیخته است. در همین راستا دکتر یوسف فاوزی در مقاله 82 صفحه‌ای خود کتاب صحیح بخاری را کتابی خرافاتی دانست.
گروهی از جوانان شیعه در هلند ابتکار عمل را برای سازماندهی برنامه‌های درسی و سخنرانی‌های آنلاین الهیات اسلامی به صورت هفتگی در دست گرفتند. شایان ذکر است که این افراد به توالاور که در هلندی به اثنا عشری ترجمه می شود معروفند و تدریس دروس تفسیر قرآن کریم، عربی، فقه و عقیده تشیع را ترتیب دادند که توسط شیخ روحانی برگزار می شود. این گروه که در ابتدا به صورت جامعه آنلاین از جوانان شیعه که به دنبال دانش اسلامی بودند در فضای مجازی شروع به کار کرد، اکنون گسترش یافته و وبسایتی به نام toallowers.nl را ایجاد کردند که در آن مقالاتی منتشر می‌کنند که به ندرت در هلند در دسترس است. در پایان گفتنی است وجود چنین تجمعات و برنامه‌هایی نشان از تمایل جوانان شیعه هلند به درک عمیق آنها از ایمان و هویت فرهنگی خود می‌باشد. یک مرد مالزیایی که در مدرسه‌ای در اوماهای ایالت نبراسکا در آمریکا کار می‌کند، با استفاده از پولی که از تولید محتوا در یوتیوب دریافت می‌کند، شروع به تهیه غذای حلال برای دانش آموزان مسلمان مدرسه کرده است. حذیفه بهارالدین که بیش از 55,000 مشترک در یوتیوب دارد، چند روز قبل از ماه مبارک رمضان پس از شکایت گروهی از دانش آموزان 10 تا 12 ساله به دلیل کمبود غذای حلال در مدرسه، فعالیت خود برای تهیه غذای حلال در یوتیوب خود شروع کرد. وی گفت از آنجایی که کافتریای مدرسه فقط گوشت‌های حرام مانند خوک را سرو می‌کند، او از طریق این کمپین و با کمک همسرش برای دانش آموزان مسلمان مدرسه گوشت‌های حلال و با ذبح اسلامی تهیه می‌کند.